سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با 15 ویدیو از سری آموزش اکسل در خدمت شما هستم. در این ویدیو هم قصد دارم یک ابزار بسیار پر استفاده به نام سورت کردن یا همون مرتب کردن داده ها رو به شما آموزش بدم که حتما با اون سرکار زیادی خواهید داشت. اگر که به تازگی با اکسل آشنا شدین، من به شما پیشنهاد میکنم که ویدیوهای ما رو از ابتدا تا کنون تماشا بکنید که لینک اونو در پلیلیست آخر ویدیو و در کپشن زیر همین ویدیو براتون قرار دادم. قبل از اینکه آموزش رو شروع بکنیم، من به شما پیشنهاد میکنم که حتما بعد از اینکه این آموزش رو تماشا کردین اونو تو اکسل تمرین بکنین، چون این آموزش فرار هستش و از خاطرتون میره. سلام و درود مجدد خدمت همه شما عزیزان. همونطور که تو جلسه قبل بهتون آموزش دادم، فیلتر و سورت ابزاری هستن که نزدیک به هم دیگه هستن. فیلتر رو به طور کامل به شما آموزش دادم، حالا در این جلسه سورت رو بهتون آموزش میدم. گفتیم که هم در تب هوم اینجا ما سورت و فیلتر رو کنار هم دیگه داریم که از منو میتونید انتخاب بکنید، هم بهتر اینه که توی در واقع تب دیتا بیاین، یه ذره حالت بهتر اینجا به شما نمایش میده، خصوصا برای فیلتری که حالا آموزش دادیم. سورت هم در کنارش قرار گرفته. شما اگه قبلا با اکسل کار کرده باشین احتمالا سورت ابتدایی رو باهاش آشنایی دارید که من با اون شروع میکنم که اگر دوستان در حد صفر هم هستن اونم بلد بشن، و بعد سورت های حرفه‌ای رو هم در همین جلسه به شما آموزش میدم. این جدول در واقع 5000 تا رکورد داره، 5000 تا ست داره، ما میخواییم ببینیم چطور اونو مرتب کنیم تا بیشتر برامون کارایی داشته باشه. سورت کردن یا همون مرتب کردن، اگر توی خونه عددی باشه small to large، یعنی از کوچیک به بزرگ ما داریم. اگر توی خونه هایی باشه که متنی هستش، بر اساس اولین حرف و حروف الف هایی که قرار گرفته از کوچیک تا بزرگ، به قول معروف A to Z یا برعکس Z to A، ما میتونیم این ترتیب رو داشته باشیم. فرض بگیریم که ما الان میخواییم فقط بر اساس سن این رو در واقع تنظیم بکنیم. شما اگر که توتون سن رو از این بالا انتخاب بکنید، حالا فرق نمی کرد اگر توی که این خونه هم انتخاب بکنید همون نتیجه رو میده. اگر خیلی سریع A to Z رو اینجا بزنید، ازتون یه سوالی میکنه که این بسیار مهمه. میگه که مایکروسافت اکسل فهمیده که شما در اون خونه که انتخاب کردید خونه های مشاورش هم در واقع داده درونش داره که میخواییم سورت بشه یا نشه. شما اگر رو همین گزینه اول که Expand Deselection هستش رو انتخاب بکنید، خودش به طور اتوماتیک وقتی خونه ها رو جابجا میکنه کل اون سطح رو جابجا میکنه که در 99% موارد ما مثلا همین کار انجام میدیم دیگه، مگر نه جدولمون به هم میخوره. اما اگه شما روی گزینه دوم Continue with Current Selection رو بزنید، در واقع بر اساس همین Current، در واقع همین انتخابی که ما داریم، فقط این ستون رو در واقع چیزمانش عوض میکنه که قطعا جدول ما میریزه به هم دیگه. پس ما میذاریم رو همون گزینه اول بمونه، Search رو میزنیم. همونطور که مشاهده میکنین از سن کم که کمترین سنمون 21 سال بوده شروع کرده، همینجوری هم 23, 24, 25 همینجوری تا انتها اینا رو برای ما سورت کرده و کل سطح هم با هم دیگه جابجا کرده. من الان همین الان اگه کنترل زد بزنم برمیگرده به اون حالت قبلی و شما کاملا این نام میبینید. حالا ما اینجا در واقع نام و نامه خانوادگی ها رو انگلیسی داریم، اگر فارسی هم بود فرق نمیکرد. تو ورژن های اخیر، حالا من 2019 اکسل استفاده میکنم، میدونم که 2016 هم همین امکان رو داشت و قبلی هم داشته قطعا، که فارسی رو هم شناسایی میکنه، الف به پ، یعنی به همون ترتیب فارسی ما میچینه. حالا ما فرض میکنیم به اصل نام خانوادگی میخوایم سری چیده ما بکنیم، دوباره همون A to Z رو میزنم، همون سوال از ما میپرسه، اوکی میکنم. یعنی تمام کسایی که فامیلیشون الان با A شروع شده بود و اول آورده، بعد B و C و همینجوری الاخر. من کنترل Z میزنم. نکته ای که وجود داره این که گفتم که فیلتر و سورت در واقع با هم دیگه ابزارشون کنار هم هست و معمولا با هم استفاده میشه. شما اگه که قبلا این خونه های مد نظر رو عناوین انتخاب کرده باشید و در واقع فیلتر کرده باشید، علاوه بر اینکه گزینه فیلتر رو برای شما ظاهر میکنه، گزینه سورت سریع هم برای شما میاره. حالا توی همین سن که ما اونطوری از کوچیک به بزرگ میان رو چیدمان کردیم،
این سری این دکمه کنار کامبو رو میزنم. میبینید اولیش خودش گفته سورد اسمال تو لارجست و اینجوری برعکس لارجست تو اسماله. حالا ما این سری میخواییم از سن بزرگ بودین دوم به سنهای کمتر چیدمان کنه. اینه که انتخاب کنیم دیگه میبینیم اون سوال هم از شما نمیپرسه، چون دیگه خودش متوجه میشه شما پایین به صورت جدول با اینجا برخورد کنید. و این سری برعکس از بیشترین سنمون که 58 سال بوده میبینید به صورت برعکس هم بوده سنها رو چیدمان کرده. خب تا اینجا همونطوری که خدمت رو عرض کردم ما در واقع صورت و مرتب کردن ساده رو داشتیم. حالا در بخش بعدی موارد حرفه‌ای تر رو به شما نمایش میدم. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید، اگر که این ویدیو ها براتون کاربردی هستش حتما اون رو لایک بکنید تا ما متوجه بشیم، حتما ما رو سابسکرایب بکنید تا آموزش های بعدی رو از دست ندید، و اگر سوالی داشتید حتما بعد از دیدن کل ویدیو برامون کامنت بگذارید تا در اولین فرصت به شما پاسخ بدم. ممنونم. شما برای اینکه به گزینه حرفه‌ای در واقع سورت دسترسی پیدا کنید، اول اینکه تمام جدولتون رو با همدیگه انتخاب بکنید. حالا اینجا چون 5000 تا رکورد طولانیه، من دیگه با موس انتخاب نمی‌کنم، فقط ستون‌ها رو به طور کامل انتخاب می‌کنم. تو همون تب اگر که توی تب هوم باشید سورت فیلتر رو بزنید، یه گزینه کاستوم سورت داره. اگر که میگم حالا بهتره توی تب دیتا باشین، یه دکمه به نام سورت داره که همون در واقع کاستوم سورت هستش. اینه که شما بزنید براتون نکنید یه سری گزینه میاره، میگه که اول بر اساس کدوم ستون میخواین سورتتون انجام بدید، با همون اسمایی که در واقع نامگذاری کردیم منظورش هست. مثلا من میزنم تعداد خرید انتخاب میکنم. میگه بر چه اساس میخواین انتخاب کنید. گزینه پیشوردش همونی که تقریبا نزدیک همون آموزش قبلی بود، سل ولیو هست، یعنی مقداری که در اون اون سل ها قرار گرفته شده، کوچیک به بزرگ یا بزرگ تا کوچیک. من اینو میذارم همین کوچیک به بزرگ. اوکی که بکنم، میبینید از کوچکترین تعداد خرید همینجوری برای ما پیش رفته تا بزرگترین. حالا اگه همون صورت من دوباره بزنم که دیگه دوباره از اول اینا رو تعریف نکنیم، میتونه بر اساس سل کارل باشه. حالا ما در واقع چون تو خونه بغلیمون کارل داریم، اینو حالا من بعدش به شما توضیح میدم، یا میتونه بر اساس فوند کارل باشه. همه تعدادهای خرید ما بر اساس رنگ در واقع شناسایی شدن. من اگه فوند کارل رو بزنم، یه گزینه جدید براشون درست میشه، میگه اوردرتون میخواید چجوری باشه. ببین کلیک کنم میگه کدوم رنگ مد نظرتونه. ما اینجا در واقع سه تا فوند داشتیم، حالا فوند مشکی چون پیش فرض اینجا نیورده، سبز و قرمز داشتیم تو فونت های اون خونه. من میگم سبز رو میخوام. یه کجا باشه؟ آن تاپ باشه، سبز یعنی بالا باشه، اول با سبز شروع بشه، یا یعنی اینکه آن باتون باشه پایین. من میگم میخوام بالا باشه. اوکی کنم، یعنی تمام خونه هایی که فونتش سبز رنگ بود و آورده اول، و قاعدتا بعدش رنگ های بعدی رو چیدمان کرده. میبینید این در واقع یکی کارا بود. کنترل زد میزنم که جدول برگرده به همون حالت اولیه‌اش. خب برای اینکه حالت رنگی هم شما ببینید، من دوباره اینا رو انتخاب میکنم، سورت رو میزنم. این سری میگیم که بر اساس مبلغ فاکتور آخرین سورت رو میخواییم در واقع این کار انجام بدیم. میگه برای چه اساس ما این سورت کنید. این سری میگم سل کارر، یعنی رنگ اون سلول چی باشه. اینجا میبینید رنگ های مختلفی داریم. اوردر میگه انتخاب بکنید، میگه بر اساس کدوم از این رنگ ها. حالا اینجا رنگ های زیادی ما داشتیم، فرق نمی کرده که 3-4 تا رنگ هم بود، 3-4 تا می آمود. حالا من میگم این سبز پر رنگ. باز مثلا همون دفعه میگه بالا باشه پایین باشه، من میگم بالا باشه. اوکی میکنم. یعنی تمام خونه‌ای که تا اینجا با اون رنگ شروع شده بود برای ما در ابتدا بود. حتی خیلی جالب هستش که یک امکان دیگه هم به ما میده. یه بحث ما داریم کاندیشنال فرماتینگ که حالا در آموزش بعدی خدمتتون میگم. میتونیم مثلا آیکون تعیین بکنیم برای یه سری سل ها که حالا فعلا نیازی به آموزشش نداریم. میگم چجوری توی سورت ازش استفاده میکنیم. ما اینجا دوباره خونه هامون انتخاب میکنیم، سورت رو میزنیم، میگیم بر اساس تعداد خرید که توی در واقع از این آیکون استفاده شده باشه. میگه سورت بر چه اساس باشه؟ میگه سورت بر اساس کاندیشنال فرماتینگ آیکون باشه. پس آیکون ها رو که انتخاب کنم میگه چی مد نظرتون هستش؟ رنگ های اینکه مسته که داریم قرمز و سبز و زرده. مثلا من میگم میخوام سبز بالا باشه، آن تاپ باشه اینجا.
اوکی میکنم. تمام اونه که آیکون سبزش رو اول برای ما آوردش. یه موضوع جالبی دیگه هم که داره بحثی کاستوم لیست ها هست که اونم الان آموزشش رو در آینده خدمتون خواهم بود. فعلا در حد کلیتی به شما میگم چطور هست. شما وقتی که میخواین در واقع سورتتون رو انجام بدیم، مثلا فرض کنید که ستون جنسیت رو، حالا اینجا مثال بهتری نداریم که بتونم بهتون توضیح بدم، از این استفاده میکنم. جنسیت رو که اگه بزنیم A to Z بزنیم، برای حروف عرفاسیه، اول با Z شروع میشه بعد با میم، یعنی زنها رو اول میاره مردها رو بعدش میاره. حالا اگه ما مد نظرمون باشه که تو اون جدول اون برعکس باشه، مرد به زن باشه، حالا این شما این اینجوری شما مد نظر نگیرید، چون حالا دو حالت بیشتر نداره. اگه ما ز توی اش کنیم خب برعکس میشه دیگه، اول مرد رو میاره بعد زن رو. فرض می‌کنید حالا اینجا مثلا 20 آیتم داریم، فقط اینا نیست، مثلا ماه ها مثلا که می‌خوایم مثلا به جای فروردین اردیبهشت مثلا فروردین خرداد ترتیب بشه، بعد مثلا اردیبهشت بشه. شما اینجا تو اوردرش که میزنید کاستوم لیست داریم. کاستوم لیست که بزنید همون لیست کاستوم های سیستمی براتون میاد. میتونید تعیین کنید که اول کدوم باشه بعدا کدوم باشه، خودتون در واقع تعیین میکنید کاستوم. که من اینجا مثلا میزنم مرد مثلا اولیش باشه، اینتر میکنم، زن دومی اینتر. اینا شما اگه اینجا اد بکنید یه کاستوم لیست اینجا اضافه میشه که حالا که جای دیگه هم کاربرد داره، فقط برای اینجا نیستش. اوکی من میکنم. حالا کنید اینجا خودش اوردر رو اصلا مرد و زن آورد، یعنی میبینیم مثل A to Z و اینا که داشت چی خودش هم شناسایی کرد دیگه، یه زن تو مرد آورد مثل همون A to Z، یه مرد تو زن. حالا من مرد و زن انتخاب میکنم، اوکی میکنم. اول میبینید با جنسیت مرد آورد. این هم قطعا یه جایی براتون کاربرد خواهد داشت. و مبحث آخری که بسیار مهم هم هستش، حتما توی کارهای حرفه‌ایتون به کارتون میاد، اینه که شما بعضی وقتا میخواین به صورت پلکانی در چند مرحله ای در واقع چیدمانتون رو داشته باشید، نه اینکه فقط بر اساس یک ستون خاص. مثلا ما فرض میگیریم که اول میخواییم بر اساس کشور چیدمان بکنه، بعد مثلا بر اساس یکی دیگه از کنها ما جدول انتخاب میکنیم، سورت رو میزنیم. اینجا نکنید شما حالت لیبل داریم، اول اینکه دیگه مد نظرتون بود. مثلا من میزنم بر اساس کشور، بر اساس همون سر ولیو A to Z این کشور رو چیده میکنه. بعد خب توی اون کشور فاکتوره زیادی مرتبط بمونه دیگه. حالا بعدش یه دونه اد لیبل من میزنم، میگم که حالا بعدش واقع جنسیتشون مونه، مثلا بازم همون سر ولیو، حالا هم مثلا کاستوم لیستی که ما زده بودیم، حالا هم مثلا مرد و زنه یا هر چیز دیگه ای، اوکی میکنیم. این هم شد پس بر اساس اون، یعنی اول کشورشون رو ایتوزد میکنه، بعد مرد و زن انتخاب میکنه، بعد هم مثلا میخواییم بگیم بر اساس سنشون هم حالا دیگه یه لول دیگه هم اضافه میکنیم بر اساس سنش و همون مثلا کوچیک به بزرگ، یعنی اگه میخواستیم برک بزرگ به کوچیک. این معنی سه تا لول داریم. حالا قبل از اینکه اینو ببندم خدمتتون عرض کنم، یه دونه گزینه مهم هم ما اینجا داریم که My Data Has a Header. این تیکه که الان خودشون پیش فرض خورده برای جدول استاندارد دیگه، یه جدول ما یه دونه سرتیت و عنوان داره، یعنی اینو قاطی چیدمانا نکنه، اینو جدا در نظر بگیر. اگه جدولتون جوری بود که عنوان نداشتی معمولا همینجوری نیستش که هم پیدا میشه، این تیکو برمیداشین که کلا از هم بالا شروع کنید چیدمانتون رو انجام بده. ولی تو این حالتی ما هستیم اگه تیکو بردارید خراب میشه، یعنی خود اینا هم بر اساس اون تصوری که دادیم قاطی جدول میشه. و یه گزینه آپشن هم ما اینجا داریم، آپشنی که میزنید زده یه دونه تیک کیس سنسیتیو، برای انگلیسی بیشتر کاربرد داره دیگه، حروف بزرگ کوچیک دارن اونا. اگر اینو بزنید حروف بزرگ کوچیک هم داخل میکنه تو این کاری که شما انجام میدید. و یه گزینه دیگه هم که اینجا داره اینه که اگر که شما جدولتون به طور معمول همینطوریه دیگه، از بالا به پایینه که پیچ بعدش هم سورت تاپ تو باتم، از بالا تا پایین، مگه جدولتون افقی بود، یعنی از راست به چپ یا چپ به راست بود، گزینه دوم بعد انتخاب میکردی که چیدمانو از اون جهت انجام بدی. خب اینو من کنسل میکنم، اینجا من اوکی میکنم. حالا خیلی قشنگ میبینید که اول حروف عرفه کشوری که با F شروع میشده فرانسوی ها رو آورده، بعد رفته تو اون مرداشون رو آورده، اینه من بیام پایین تر الان میبینید در فرانسه زن بعد ازانه، بعد دوباره تو همون رفته سنها رو چیدمانی کرده، اول 24 ساله هاشون رو، 26 ساله هاشون و الاخر.